ادامه اعتراض ها علیه طالبان. از طرف دیگر تصاویر تازه ای از بدنهای مجروح دو خبرنگار روزنامه اطلاعات روز منتشر شده که چهار شنبه گذشته توسط نیروهای طالبان دستگیر شده بودند. این دو خبرنگار افغان میگویند پس از بازداشت توسط نیروهای طالبان به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند. نعمت الله نقدی عکاس به خبرگزاری فرانسه گفت یکی از طالبان پای خود را روی صورت من گذاشت، صورتم را به سطح بتونی فشار داد. آنها به سرم لگد زدند. من فکر کردم قصد کشتن مرا دارند. پیشتر روزنامه اطلاعات روز تصاویری از خبرنگارانش منتشر کرده بود که علائم شدید شلاق بر بدن آنها را نشان میداد. این روزنامه نوشت تقی دریابی و نعمت الله نقدی دو گزارشگر روزنامه اطلاعات روز پس از بازداشت توسط طالبان به شدت مورد لت و کوب قرار گرفتند. آثار از شلاق و کیبل بر سر و صورت و بدن این دو گزارشگر اطلاعات روز به چشم میخورد. روز گذشته تماس بی بی سی با دستیار سخنگوی طالبان در مورد بازداشت خبرنگاران بدون پاسخ ماند، اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان در نشست‌های خبری که با رسانه‌ها داشت از آزادی رسانه‌ها اعلام حمایت کرد و گفت که گروه آنها نقش رسانه‌ها را در جامعه مهم می‌دانند. طالبان برگزاری هر گونه تظاهراتی را ممنوع کرده است مگر آن که از طرف وزارت دادگستری مجوز صادر شده باشد. با این حال به گفته معترضان ده‌ها نفر با تجمع در نزدیکی سفارت پاکستان در کابل شعار ما آزادی میخواهیم را سر دادند. افراد مسلح طالبان با تیراندازی در صدد متفرقه کردن آنها برآمدند. گزارش های محلی همچنین از اعتراض دیگری از سوی زنان در ولایت کاپیسا در شمال شرق کابل خبر میدهد. منابع به خبر آماج گفتند که چندین زن بازداشت شدند. از افغان هایی که با ریادو تماس میگیرند میگویند حسینه از کابل گفت این حق ما است که اعتراض کنیم، حال که میدانیم منظور طالبان از کابینه جدید چیست. ما اعتراض خواهیم کرد. آنها مدام میگفتند که زنان باید منتظر بمانند تا طالبان کابینه جدید خود را معرفی کنند. در این کابینه هیچ زنی وجود ندارد. آسلای از ولایت هلمند در جنوب از کشورهای جهان خواست تا طالبان را بر رسمیت بشناسند. او گفت اگر این اتفاق بیفتد زندگی ما آسانتر خواهد شد. اگر اعتراضات ادامه یابد طالبان آنها را سرکوب میکند و جامعه بین المللی دولت جدید طالبان را بر رسمیت نمیشناسد. آیا میدانید که چه کسی متضرر خواهد شد؟ ما مردم. روز گذشته ده ها زن در کابل و ولایت بدخشان در شمال شرق این کشور علیه تشکیل دولت موقت طالبان که همگی آنها مرد هستند دست به اعتراض زدند. گفته می شود برخی از زنان خواستار مشارکت وزیر زن در دولت بودند. گزارش شده معترضان قبل از برگزاری اعتراضات مورد ضرب و شتم قرار گرفتند. در تحول دیگر گزارش های در مورد قطع اینترنت در بخشهایی از کابل وجود دارد. بلال سروری روزنامه‌نگار افغان در توییتر خود نوشته که منابع متعدد در بخش مخابرات تایید کردند که طالبان دستور داده تا پوشش اینترنت تلفن همراه موقتا در چندین ولسوالی قطع شود. سپاس از اینکه تا پایان ویدیو ما را همراهی کردید. جهت حمایت از ما ویدیو را لایک نموده و اگر تا نوسوز به کانال وارونه نشدید همین اکنون گزینه سابسکرایب و زنگوله کنارش را فشار بدهید تا از نخستین افرادی باشید که ویدیوهای ما را دریافت میکنید.